فرزندان من، دوستان من، اکنون به پایان زندگی نزدیک گشتم. من آن را با نشانه های آشکار دریافتم. وقتی در گذشته مرا خوشبخت بپندارید و کام من این است که این احساس در کردار و رفتار شما نمایانگر باشد، زیرا من به هنگام کودکی، جوانی و پیری بختیار بودم. چقدر بد آدم خواهد عینک نزنه بخونه، بعد نمیتونه، میخواد پوز بده که بگه نه من میتونم بدون عینک بخونم، بعد خیلی هم بدتر میشه. چقدر جالب، در جوانی، در کودکی، جوانی و پیری بختیار بودم. شکر کرده که تونستم در کودکی، جوانی و پیری به اون چیزهایی که میخواستم برسم. اما متاسفانه برخی از ما، به قول خواجه نصیرالدین طوسی، در کودکی بازی، در جوانی مستی، در پیری سستی، پس کی خدا پرستی؟ همیشه منتظریم ببینیم یک روزی بیاد. در راستای رسیدن به اون روز تلاش نمی کنیم. بعد که پیر میشیم، حالا تازه یادمون میافته. به قول همین دوستان فرانسوی، سی لجان سوه، سی لبینیس پروه، اگر جوانی میدانست و اگر پیری میتوانست. پس هر آن دم باید شروع کنیم به بازسازی خود. اول خود من. همیشه نیروی من افسون گشته است، همچنان که هم امروز نیز احساس نمی کنم که از هنگام جوانی ناتوانترم. من دوستانم را به خاطر نیکویی های خود خوشبخت یافتم. زادگاه من بخش کوچکی از جهان بود. من آن را اکنون سربلند و بلند پایه ترک می کنم. اما از آنجا که از شکست در حراس بودم، خود را از خودپسندی و غرور برحذر داشتم. حتی در پیروزی های بزرگ خود پا از اعتدال بیرون ننهادم. در این هنگام که به سرای دیگر پا می گذارم، شما و میهنم را خوشبخت می بینم و از این رو می خواهم که آیندگان مرا مردی خوشبخت بدانند. مرد چیزیست شبیه خواب. در مرگ است که روح انسان به ابدیت می پیوندد و چون از بند و علایق آزاد می گردد، به آتیه تسلط پیدا می کند و همیشه ناظر اعمال ما خواهد بود. پس اگر چنین بود که من می اندیشم، به آنچه گفتم عمل کنید و بدانید که من همیشه ناظر شما خواهم بود. اما هرگز اگر این چنین بود، آنگاه از خدای بزرگ بترسید که در بقای او هیچ تردیدی نیست و پیوسته شاهد و ناظر اعمال ماست. باید آشکارا جانشین خود را اعلام کنم تا پس از من پریشانی و نابسامانی روی ندارد. من شما هر دو فرزندانم را یکسان دوست می‌دارم، ولی فرزند بزرگترم که آزموده تر از کشور را سامان خواهد بخشید. فرزندانم، من شما را کودکانی چنان بار آوردم و چنان پرورندم که پیران را آزرم دارید. تو کم بوجیه، من پندار که عصای زرین پادشاهی تخت و تاجت را نگاه خواهد داشت. دوستان یک رنگ برای پادشاه عصای مطمئن تری هستند. همواره حامی کیش یزدان پرستی باش، اما هیچگاه قومی را مجبور نکن که از کیش تو پیروی نمایند و پیوسته و همیشه به خاطر داشته باش که من با هر کسی باید آزاد باشد تا از هر کیش که میل دارد پیروی نماید. من میذارم بقیه این وصیت‌نامه رو دوستان عزیز، البته زیادم نیست، 3 صفحه است، در خونه بخونن. اما در پایان، خط پایانی این وصیت‌نامه رو خدمتتون به پایان میبرم.